به نام خداوند بخشنده مهربان. مفهوم عبادت: ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار همه جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود می فرماید ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. چرا است که الله پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید، این از راه راست. گواهی می دهم که نیست معبود بر حق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. ای پروردگار، بر او و بر آل و اصحاب او و پیروان راستین آنها تا به روز جزا درود و رحمت و سلامتی نازل بفرما. اما بعد، در واقع عبادت جایگاه و منزلت عالی دارد، چون عبادت بزرگترین هدف مخلوق است که خداوند متعال آنها را به این سبب آفریده است. چنانچه خداوند متعال می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و من جن و انس را نی آفریدم مگر اینکه مرا عبادت کنند. و در آیات دیگری فرموده و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. و ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید. و عبارت یگانه وظیفه و مسئولیت انسان در کل زندگی و در زندگی انسان می باشد. حسن بصری رحمه الله فرموده خداوند متعال برای اعمال انسان پیش از مرگ اجل و وقتی قرار نداده است. کسی که پیرامون شریعت اسلام تفکر نماید در میابد که عبادت دارای دو مفهوم است: نخست عام و فراخ است، شامل همه بخشای فعل خیر می شود، مانند طلب روزی حلال، اخلاق نیک، راستگویی، گذشت از خطاکار، اصلاح میان مردم، نفقه و مصرف بر اهل و خانواده و غیر از اینها اعمال و اعمال خیر دیگری که انسان انجام می دهد. چنانچه الله متعال می فرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. در بسیاری از درگوشی و نجواهایشان خیر نیست مگر که با این کار امر به صدقه دادن یا کار نیک با اصلاح در میان مردم کند، و هر کس برای خوشنودی الله چنین که به زودی پاداش بزرگی به او خواهیم داد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بر هر کار سالم و درست مردم در هر روزی که در آن افطار طلوع می کند صدقه داده می شود. رعایت عدالت میان دو نفر صدقه است. کمک کردن کسی بر مصیبت ها و همچنان گفتن سخن زیبا صدقه است. و هر گامی که برای ادای نماز برداشته می شود صدقه است. دور کردن اشیاء مضر از سر راه صدقه است. همچنین آباد ساختن زمین از طریق کشاورزی، صنعتکاری و درست انجام دادن عمل تا که منفعتش به همه مردم برسد و سبب ترقی و تقدم و پیشرفت وطن شود، همه این کارها از جمله عبادت ها می باشد که خداوند متعال آن را دوست دارد و خواسته الله متعال از انسان ها است. چنانچه الله متعال فرموده هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. او شما را از زمین آفرید و بر آباد ساختن آن گمارد. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده محبوبترین بنده نزد خداوند کسی است که نفعش به دیگران برسد، و محبوبترین عمل نزد الله داخل کردن خوشحالی به قلب مسلمان است با وسیله دفع و دور کردن غم از او، یا ادا کردن قرض از سوی او، و یا دفع کردن گرسنگی از او. و این که من برای برآورده ساختن نیازمندی یکی از برادرانم
براوم برایم از یک ماه اعتکاف نشستن در این مسجد یعنی مسجد مدینه بهتر است و کسی که خشم خود را فرو ببرد در حالی که اگر بخواهد میتواند خواسته خود را به زور تطبیق نماید در روز قیامت خداوند قلب او را از رضایت و خوشنودی مملو می سازد و کسی که حاجت برادر خود را بر آورده بسازد خداوند قدم های را ثابت میگردد و میگرداند و روزی که قدم ها می لغزد. مفهوم دوم عبادت خاص است بر عبادت و پرستش الله به معنای ویژه اطلاق می گردد پس شامل برگزاری شعائر اسلام و ادای ارکان آن از قبیل نماز، روزه، زکات، حج و غیره می شود. چنانچه خداوند متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما فرض شده است همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود تا پرهیزگار شوید و در آیت دیگری فرمود و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید هر کار نیکی را که برای خود از پیش می فرستید آن را نزد الله خواهید یافت و در آیت دیگری می فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین و برای خدا حج خانه کعبه بر مردم واجب است البته کسانی که توانایی رفتن به سوی آن را دارند و هر کس کفر ورزید بشک الله و جهان از جهانیان بی‌نیاز است ستایش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار همه جهانیان است درود سلام و بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد تأکید میکنم بر این که کسی دارای شخصیت متعادل است که میانی ادای فرایض الهی از قبیل نماز، روزه و زکات و فرض حج برای کسانی که توانایی و زادر آنا داشته باشد و میانی آبادانی و سختار جهان هستی و آرسته بودن با مکارم اخلاق توازن و تعدل ایجاد میکند. همچنان تأکید میکنم بر این که عبادت به مفهوم خاص آن وقتی ثمر بخش است که در اخلاق و رفتار انسان تأثیر کند چون خداوند متعال میفرماید ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بتردید نماز انسان را از فحشا زشتی ها و منکر منع میکند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده وقتی یکی از شما روزی را روزه گرفت بس نباید در آن روز سخن زشت و بیهوده بگوید و اگر کسی او را دشنام بدهد یا با او وارد جنگ شود پس به او بگوید من شخص روزه دار هستم و او صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری فرموده جز این نیست که من تنها برای تکمیل کردن مکارم اخلاق فرستاده شدم پس کسی که اخلاق بیشتر داشت بدان که دین را درستر دانسته است پروردگارا مرا بر ذکر و شکر و حسن عبادت خود یاری نما.